درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم در چهارشنبه 4 مرداد ماه 25 ژوئیه. با وجود کاهش تقاضای خرید خودرو در بازار، پایین بودن عرضه برخی خودروها به بازار از سوی شرکت‌های خودروساز باعث بالا رفتن قیمت در بازار آزاد شده است. به گفته فعالان بازار، خرید و فروش خودرو در تابستان امسال نسبت به تابستان گذشته حدود 20% کاهش داشته، اما این مسئله عاملی برای کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد نبوده و در حال حاضر اختلاف بالایی بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها وجود دارد. دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن اشاره به برخی از افزایش هزینه‌های تولید در صنعت خودرو نسبت به تبعات تعلل صورت گرفته در تخصیص اعتبار مورد نیاز این صنعت هشدار داد. احمد نعمت‌بخش میگوید حدود 3 هفته پیش تسهیلات 2000 میلیارد تومانی صنعت خودرو برای خروج از بحران نقدینگی به تصویب کارگروه حمایت از تولید رسیده و با توجه به شرایط فعلی تا کنون باید اختصاص می‌یافت. او گفت در شرایطی که صنعت خودرو به امید تزریق نقدینگی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و با توجه به کاهش 36% تولید خودرو در بهار امسال، مشخص نیست به چه دلیل تا کنون در تخصیص این تسهیلات تعلل شده است. کاهش تولید خودرو 70 کارگر پیچ مهرسازی سیرجان را بیکار کرد. رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار کرمان از بیکار شدن 70 کارگر قراردادی کارخانه پیچ مهرسازی کامکار سیرجان به دلیل کاهش تولید خودرو در ایران خبر داد. پژو 206 تیپ 6 از جمله خودروهایی است که در حال حاضر با اختلاف قیمت 8 تا 9 میلیون تومانی نسبت به کارخانه در بازار آزاد خرید و فروش می شود. قیمت کارخانه این خودرو 20 میلیون و 812 هزار تومان است، اما در بازار 28 تا 29 میلیون تومان خرید و فروش می شود. قیمت مگان نیز این روزها در بازار آزاد به 42.5 میلیون تومان رسیده که رشد 2 میلیون تومانی را طی روزهای اخیر نشان می دهد. قیمت کارخانه این خودرو 37 میلیون و 210 هزار تومان است. تندر 90 پارس خودرو نیز با اختلاف قیمت 1 میلیون و 700 هزار تومانی نسبت به کارخانه 18 میلیون و 900 هزار تومان در بازار عرضه می شود. اختلاف قیمت کارخانه و بازار ماکسیمای دنده اتوماتیک نیز حدود 1 میلیون و 200 هزار تومان است و در حال حاضر این خودرو با قیمت 60 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شود. همچنین می توان به افزایش 2 میلیون تومانی قیمت مزدای 3 در بازار طی روزهای اخیر اشاره کرد که به طوری که این محصول با قیمت 63 میلیون تومان به خریداران عرضه می شود. همچنین قیمت هر دستگاه هیوندای i20 با 1 میلیون تومان افزایش طی روزهای اخیر به 42 میلیون تومان رسیده است. قیمت سوناتا نیز با 2.5 میلیون تومان افزایش طی چند روز گذشته به 81 میلیون تومان رسیده است. دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه هزینه‌های تولید صنعت خودرو با توجه به وارداتی بودن برخی مواد اولیه به شدت افزایش یافته است، میگوید در 3 ماهه اول امسال نسبت به مدت سال گذشته نرخ مرجع دلار 15% افزایش یافته است. احمد نعمت‌بخش ادامه داد در این مدت نرخ بازار آزاد دلار نیز 52% افزایش یافته است. نعمت‌بخش میگوید در بهار پارسال میانگین نرخ دلار مرجع 1662 دلار بود که در بهار امسال به 1226 تومان رسیده است و در بازار آزاد نیز نرخ دلار از 1159 تومان در 3 ماه نخست سال گذشته به 1767 تومان در مدت مشابه امسال افزایش یافته است. به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، افزایش نرخ انواع ارز در حالی است که خودروسازان برای برخی از گشایش اعتبارهایی که در شرایط فعلی امکان آنها وجود داشته از نرخ رسمی ارز و برای حواله پول نیز از نرخ آزاد ارز برای واردات مواد اولیه استفاده کردند. نعمت‌بخش با بیان اینکه نرخ مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو نیز از سال 1388 تا 1390 حدود 57% افزایش یافته است، تصریح کرد در این مدت
حقوق و دستمزد، مالیات، نرخ انرژی و سایر پارامترهای دخیل در تولید نیز با افزایش هزینه روبرو بودند. دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود با وجود این شرایط هنوز از سرنوشت تسهیلات 2000 میلیارد تومانی صنعت خودرو خبری نیست. به گفته نعمت‌بخش در حال حاضر برخی خودروسازان در تولید برخی محصولات خود وارد حاشیه زیان شدند. گزارش ها از موافقت سهامداران عمده سایپا با تأخیر در دریافت سود سالیانه سهام حکایت دارد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت سرمایه گذاری رنا سهامداران عمده شرکت سایپا موافقت خود را با ارائه فرصت زمانی بیشتر برای دریافت سود خود اعلام کردند. در جلسه غیر علنی امروز مجلس با وزیران اقتصاد و صنعت، نمایندگان مجلس سوء مدیریت را بیش از تحریم ها در گرانی های اخیر تاثیرگذار می دانند. از شما پرسیدیم علت افزایش چشمگیر قیمت خودروهای ساخت داخل در ایران چیست؟ همطور که می بینید تا این لحظه کاربران فیسبوک و افق گزینه تحریم رو انتخاب کردند. گزینه های دیگر نوسانات دلار، مشکل تامین نقدینگی، سوء مدیریت و کاهش تولید هست. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. نگاه بیاندازیم در هفت پرده به چالش‌های پیش روی صنایع خودروسازی ایران. ما از سال‌های دهه 40 که صنعت خودروسازی وارد کشور شده در حدود 30 سال تقریباً همطور درجا زدیم، در مرحله تقلید محض و تقلید صرف باقی موندیم. نمیتوان مؤاخذه کرد مسئولین کشور رو در دهه 60. توقف فعالیت شرکت خودروسازی پژو سیتروئن فرانسه در ایران به دنبال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران. علی مجدهی پور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: افزایش قیمت خودرو غیر قانونی است و خودروسازان موظف هستند قیمت‌های خود را به سال 90 بازگردانند. پایگاه‌های خبری گزارش دادند بر اساس آمار انجمن خودروسازان، تولید خودروی ایران در فروردین ماه 32% کاهش یافت. مهدی غضنفری: خبر کاهش تولید نمی‌تواند درست باشد. گزارشی به دست من نرسیده است. سخنگوی گروه صنعتی کرمان خودرو: بعد از تایید سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، خودروی چینی CN از خرداد ماه با بهای 25 تا 30 میلیون تومان عرضه می شود. محمد رضا نجفی منش، عضو هیئت مدیره قطع سازان: تولید کنندگان خودرو توانایی تأمین نقدینگی لازم برای قطع سازان را ندارند. صنعت خودرو مجبور شده حدود 30% از نیروی خود را تعدیل کند. قیمت پژو 206 تیپ 6 به مرز 30 میلیون تومان رسید. یک مقام ارشد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از احتمال افزایش دوباره قیمت خودروهای تولید داخل خبر داد. خب مهمانان
امشب افق. خانم ژاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه روزنامه انقلاب اسلامی از هامبورگ در ادامه برنامه به ما خواهم پیوست. آقای دکتر حسن منصور استاد دانشگاه آمریکایی اقتصاد و تجارت از استودیوی صدای آمریکا در لندن، آقای مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل از تهران و آقای توماج تاهباز روزنامه‌نگار از سئول در کره جنوبی. درود به همه شما، به افق خوش آمدید. ببینیم مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل از تهران درباره دلیل کاهش تولید خودرو در ایران چه نظری داره؟ میدونید که در سالهای اخیر مرتباً صنعت خودرو بر تولید خودش افزوده، یعنی از رقم زیر 1 میلیون دستگاه در سال مرتباً بالا رفته. در سالهای اخیر رکورد 1.5 میلیون دستگاه هم شکسته و به 2 میلیون دستگاه نزدیک میشه. خب طبیعیه که تقاضای بازار در ایران همواره به این شکل نیست. ما یه مقدار تقاضای انباشته داشتیم که صنعت خودرو طبعا در 5-6 سال اخیر داشت به اون تقاضای مونده، یعنی تقاضایی که انباشته شده جواب میداد و منتظر بودیم که کاهش پیدا کنه. اونتا خب تحولات اخیر هم در اقتصاد بین‌المللی، هم در صنعت خودرو، هم در روابط ایران با غرب و هم تحولات نرخ ارز باعث شده که عملا این تقاضای مداری افت بکنه. یعنی ما در ایران الان با افت تقاضا منتظر هستیم و تو افزایش تولید در حقیقت ممکنه که باعث شکست قیمت خودرو بشه. آقای دکتر منصور بشنویم نظر شما رو. آیا مسئله کاهش تقاضاست؟ کاهش تولید با چه هدفی به نظر شما و به چه دلیلی انجام میگیره؟ ولی طبق گزارش هایی که از طرف مسئولان صنعت خودرو در ایران به دست میرسه، تولید کم شده، در حدود 1/3 تولید متوقف شده، ولو که هنوز گزارشش به آقای وزیر نرسیده باشه. عرض کنم دلیل این، عرض کنم بخشی از اینا تحریم هاست، بخشی از اینها قطع فعالیت شرکت های نظیر هایوندای و ورود پورشه، عرض کنم سیتروئن و پژو و شرکت های دیگره. به این ترتیب این یک سوی قضیه است. از طرف دیگر مسئله دلار ایجاد گرفتاری کرده و اون اینکه دولت هنوز سردرگم هست در اینکه قیمت خودرو چگونه باید تعیین بشه. یعنی عملا شما ملاحظه بفرمایید که قیمت خودروی ایرانی به دست مصرف کننده ایرانی با قیمت معادل گرانترین معادل دلاری به دستش میرسه. یعنی 30 میلیون تومان، شما اگر 30 میلیون تومان رو با دلار 2000 تومانی بگیرین، خواهد شد حدود معادل 15,000 دلار. همین خودرویی که در خود کشور فرانسه ساخته بشود به همون قیمت ساخت فرانسهش در اختیار مصرف کننده است، با تمام سرویس های بعدی، با تمام گارانتی های بعدی برای مدت 3 سال. در حالی که در ایران با فقدان سرویس بعد از فروش و با اون قیمت بسیار گرانتر از قیمت کالاهای اورجینال در اختیار مردم قرار میگیره. از سوی دیگر دست تولید کنندگان به اعتبارات نمیرسه، برای اینکه نظام بانکی با محدودیت اعتبارات و با محدودیت در توزیع اعتبارات روبروست. و امروزی که ظاهرا قرار شده که نرخ بهره رو با بالا بردن به 21% رسوندن اعتبارات گشایش بیشتر پیدا کرده باشه، عملا دو تا مانع وجود داره. اول اینکه اعتبار مورد درخواست در اختیار تولید کنندگان قرار نمیگیره. دوم اینکه اونم که به این اعتبار دست پیدا بکنه با نرخ بهره بسیار گران روبروست و عملا مایه تورم هزینه ها خواهد شد. آقای دکتر، یه نکته که در صحبت آقای مهاجر هم هست و این واقعیتی که وجود داره، افزایش تولید هست. یعنی رقم تولید به 1,600,000، حتی تا حدود 1,800,000 هم ظاهرا رسیده. خودروی سبک صحبت میکنیم، ولی بحث اساسی این هست که انتقاد اینه که کمیت بالا رفته، کیفیت خودروها افزایش پیدا نکرده و به نظر میاد که اون مشکل مصرف بهینه سوخت و ایمنی خودروها کماکان مسئله چالش جدی هست که هم بازار داخل رو، هم مسئله تلاش برای صادرات این خودروها رو مشکل کرده.
بله، آخرین رقمی که از منابع مسئول به دستمون رسیده تولید 1,600,000 فروند خودروست در ایران، ولی عرض کنم قیمت صادرات که صنعت قرار بوده که بخشی از اینا رو، یعنی به طبق برنامه اعلام کرده بودن قرار بود صادراتش در سال 2012 امسال بالای 1,000,000 برسه، عملا به اونجا نمیرسه علارغم قیمت‌های دوگانه‌ای که اعمال میکنند. یعنی قیمت مثلا پژو 206 رو برای خارج 9,000 دلار اعلام میکنند، در حالی که در داخل با 30,000,000 تومان، یعنی عملا قیمت داخلی 3 برابر، بس این کدوم نرخ دلار رو بگیرید. به این ترتیب این مسائل و آشفتگی‌ها وجود داره و دولت در این زمینه به نظر من فلج، نه سوی مدیریت بلکه فلج در این زمینه. از سوی دیگر خود این صنعت صنعتی است که در اونجا دولت تقریبا وزن مخصوص بسیار سنگین داره، یعنی اینا بعد در دست بخش خصوصی نیست، بلکه شرکت‌ها به ایدرو تعلق دارن، بزرگترین شرکت‌ها یعنی ایران خودرو و سایپا، اینا دستای دراز شده ایدرو، یعنی سازمان عرض کنم توسعه و نوآوری دولتی ایران است، و دولت در کوچکترین امور اونها نظیر اینکه رئیس هیئت مدیره براشون تعیین بکنه دخالت مستقیم داره. به این ترتیب این سوء مدیریت عملا فقط از یک دستگاه دولتی ساخته است، بخش خصوصی این اندازه دست بسته و دست شلفتی عمل نمیکنه. بسیار خوب، خب به کره جنوبی بریم، به سئول بریم، با توماج تاهباز صحبت بکنیم. آقای تاهباز، کره جنوبی حداقل میشه گفتش که یک دهه اخیر رو شاید هم بیشتر، واقعا شاید 2 دهه هست که سایه افکنده بود بر بازار خودروی ایران. چه اتفاقی افتاده؟ این تحولات جدید چه تأثیری گذاشته؟ شما تلاش کردید که تماسی هم با کارخانه‌های خودروسازی کره جنوبی بگیرید، چه واکنشی از اونها شنیدید و مسائل به شکل چگونه دنبال میشه اونجا؟ قبل از هر چیز مهمترین صادرکننده خودرو به ایران، یعنی بزرگترین صادرکننده خودرو به ایران، شرکت هیوندایی که بخشی از شرکت هیوندایی کیا اتوماتیو، از صادرات به ایران به طور کلی صرف نظر کرده. بخشی از تحریم‌های شرکت‌های کره‌ای، یعنی هم هیوندایی و هم کیا، از سال 2010 شروع شده بود. همزمان شرکت تویوتا هم به این تحریم‌ها پیوسته بود. شرکت تویوتا هم اون موقع کاملاً بر اساس اون چیزی که اعلام شده صادراتش رو به ایران قطع کرده بود، ولی شرکت‌های کره‌ای تصمیم گرفتن که برخلاف گذشته که همه قطعات رو وارد می‌کردن، همه قطعات رو وارد ایران نکنن. منتها از امسال و از هفته‌های گذشته شرکت هیوندایی، یعنی بزرگترین شرکت صادرکننده اتومبیل به ایران، نه شرکت تولیدکننده اتومبیل در ایران بلکه صادرکننده اتومبیل به ایران، تصمیم گرفت به طور کلی صادراتش رو به ایران قطع بکنه. من تماسی سعی کردم بگیرم هم با شرکت کیا هم با شرکت هیوندایی که عملاً هم به هم وابستن هم از هم جدان، ولی پاسخی از هیچ کدوم از طرف‌ها متأسفانه نگرفتم و در حال حاضر باید بر اساس همون چیزی که تا به حال با رسانه‌های کره‌ای و رسانه‌های داخلی درباره‌اش صحبت کردن، یعنی همون فشار تحریم‌ها، به همون قناعت کرد و به این نتیجه رسید که مهمترین صادرکننده خودرو به ایران، یعنی شرکت هیوندایی، در حال حاضر صادرات رو متوقف کرده. در ضمن رو هم اضافه میکنم که هیوندایی بخشی از شرکت هیوندایی بزرگه که هیوندایی هیوی، در واقع شرکت فرآورده های صنعتی بزرگ هیوندایی، هیوندایی اویل بانک، یعنی شرکت بانک نفتی هیوندایی و شرکت کشتی سازی هیوندایی رو در بر میگیره، که همه اینها به نحوی در تحریم های اخیر هم دست، یعنی هم حضور دارن، همین که با مشکلاتی خودشون روبرو هستن، همین که به هر حال در این تحریم‌ها شرکت کردن. آقای تاهبازی، توضیح بدید که کارشناسان چگونه نگاه میکنن به این مسئله، و اینکه اشاره کردید که هیوندای و کیا تقریبا یه جورایی مثل هم هستن، این بد نیست توضیح داده بشه که اینا سهامشون یه موقعی بخش عمده از سهام کیا اگه اشتباه نکنم متعلق به هیوندای بود، بعد این تغییرات اعمال شد؟ دقیقا در طول 1-2 سال شرکت کیا، هیوندای کیا رو در واقع به خودش وابسته کرد، خرید به یه شکلی، کیا به هیوندای متوسل شد. اول هیوندای بیشتر از 50% سهام رو داشت، الان اجلالا کیا بیشتر از 50% سهام رو داره. در نتیجه
میتونه در این جور موارد به تنهایی تصمیم بگیره. به همین دلیل هم به نظر میاد اجلالا فقط شرکت هیونداییه که صادرات رو به ایران قطع کرده. به هر حال صادرات هیوندای بیشتر از کیا بوده. من با یه تحلیلگر اقتصادی توی کره جنوبی صحبت می‌کردم قبل از همین برنامه امروز. نکته اصلی مسئله صادرات به ایرانه. تعداد خودروهایی که هیوندای به ایران صادر می‌کنه در طول سال، بازم اجازه بدین من یه بار دیگه توضیح بدم که منظور صادرات نه ماشین اتومبیل‌هایی که تو ایران خودروهایی که تو ایران تولید میشه. این صادرات همونطور که مهمانای دیگه هم اشاره کردن با قیمت‌های پایه، یعنی همون قیمت‌های حقیقی در بین‌المللی ارائه میشه، ولی در ایران با 3 برابر قیمت فروخته میشه که تقریبا همین سود به شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی ایرانی میرسه و هیچکدوم به شرکت‌های کره‌ای نمیرسه. این صادرات بر اساس اون چیزی که این در واقع کارشناس اقتصادی میگفت 22,000 یا 23,000 بر اساس آمار، فقط یک مدل از اتومبیل هیوندایی، یک مدل معروف از اتومبیل هیوندایی در آمریکا در ایالات متحده 200,000 خودرو در سال 2011 فروخته و فقط یک مدل از هیوندایی یعنی مدل آیسی در اروپا بیشتر 300,000 خودرو در سال گذشته فروخته که با مقایسه با 22,000 خودرو هیچ نیست. درنچه این کارشناس اقتصادی میگفت برای از دست ندادن حتی بخش بسیار کوچیکی از اون بازار در اروپا یا در آمریکا، هر شرکتی به فشارها تن میده تا و به این تحریم ها میپیونده، چون اون 22,000 تا به اضافه اینکه عملا اون ماشین ها با همون قیمت پایه فقط فروخته میشه به ایران، سود چندانی برای هیوندایی نداره، در حالی که فقط یک مدل از این اتومبیل یعنی چهارمین تولید کننده بزرگ اتومبیل در جهان به ایالات متحده تقریبا 210 برابر ایران فروخته میشه. بسیار خب، بخشی از صحبت های مسعود مهاجر رو با هم بشنویم، کارشناس حمل و نقل در ایران. بحث مشکل نقدینگی و عدم پرداخت به قطع سازان مطرح شد، تحلیل مسعود مهاجر رو بشنویم. وقتی سیستم بانکی در حقیقت با محدودیت تسهیلات روبرو میشه، یعنی که دولت سیاست انقباضی در پیش میگیره، طبعا این منتقل میشه به تمام صنایع خودرو، صنایع مملکت، صنعت خودم جزوی از اون هست. من فکر میکنم صنعت خود اتفاقا از این نظر خیلی مشکل نداره، به خاطر اینکه در سالهای اخیر کم کم به پیش فروش خودرو رسیده و واگذاری خودرو پیش از زمان تولید هنوز هم ادامه داره از سوی بیشتر کارخانه خودسازی. طبعا مقدار سرمایه لازم رو برای خرید مواد اولیه و قطعات و یا انجام کارهای دیگه میدن. در پرداختی های صنعت خودرو به قطع سازان ما همیشه یک تفاوت آشکاری داشتیم، همیشه سر و صدای قطع سازا بلند بود که من فکر نمی کنم تغییر چندانی در این اتفاق افتاده باشه. من حقیقتا فکر کنم تقاضای بازار الان در وضعیتی نیست که در حقیقت صنعت خودرو دچار مشکل بشه از در پرداخت قطعه ها، به خاطر اینکه کاهش خودرو هزینه کلی صنایع کاهش میکنه. آقای دکتر بشنویم نظر شما رو و من یک نکته ای رو مطرح بکنم بعد از اینجا، چون اگر اشاره بکنیم به تعرفه ها، نقشی که تعرفه ها بازی میکنن و اینکه قیمت خودروی وارداتی در ایران، این پرسشی است که بسیاری هم مطرح میکنن چرا انقدر بالا هست. خود سایت ایران تویوتا مطلبی رو گذاشته، مشخصا نوشته که خودروی پرادوی فول آپشن 6 سیلندر دنده اتوماتیک قیمتش 36,500,000 تومان هست و این وقتی که به دست مصرف کننده در ایران میرسه 74,000,000 تومان میشه. قیمت تمام شده این خودرو چنین رقمی هست و ریز این ماجرا کاملا قابل مشاهده است در این گزارش که 90% گمرکی، 3% جمع ارزش و گمرکی خودرو، دوباره 5% ارزش و گمرکی خودرو، 5% سهم وارد کننده، 5% سهم مصرف کننده، هزینه بیمه و غیره و این حرفا. بشنویم آقای دکتر نظر شما رو در مورد این مسئله و اون چه که آقای مهاجران بهش اشاره کردن که این مسئله مشکل نقدینگی و پرداخت ها به قطع سازان چیز جدیدی نیستش، اینها مدت هاست که با این مسئله دست به گریبان بودن. بله، بازار خودرو در ایران قربان یک بازار عرض کنم بسته انحصاری و دولتی است. در نتیجه وقتی دولت این رو به صورت صنعت حمایت شده گرفته، در این زمینه توضیح مختصری باید عرض کنم. ببینید، دولت های طوری اقتصادی وجود داره که از صنایع کودک
حمایت میکنند و این یک برنامه سنجیده است و میدونم برای چه مدتی با چه هدفی حمایت میشه. یه صنعت وقتی بالغ میشود که بتونه روپای خودش وایسته و با دیگران رقابت کنه، جای خودش رو در عرصه داخلی و بین المللی باز بکنه. منتها صنعتی که الان در 50 سال در ایران حضور داره و در واقع به لحاظ تولید ارزش افزوده و به لحاظ ایجاد اشتغال یکی از بزرگترین صنایع ایرانه، یعنی اگر صنعت نفت به لحاظ درآمدزایی درجه اوله، در واقع صنایع اتومبیل سازی به لحاظ ارزش افزوده در درجه اول هستند و به لحاظ ایجاد اشتغال، برای اینکه درآمدی که در نفت هست در واقع درآمد رانتی است، در حالی که اینجا درآمد از طریق اشتغال و تولید و دست و مزد و عرض کنم مواردی است که در ارزش افزوده وارد می شوند. دولت اینجا با وارد کردن، تازه از سال 2006 هست که این رو به 90% رسونده، در برخی موارد تا 400% تعرفه روی خودروهای وارداتی بسته میشه. وقتی شما روی خودروی وارداتی که اصولا رقیب خودروی داخلی است این همه تعرفه میبندید، قیمت خودرو رو بالا میبرید برای مصرف کننده ایرانی. اگر هدف این باشد که مثلا در مدت حساب شده مثلا 10 سال 15 سال این صنعت بلوغ برسد و بتونه با تکنولوژی موجود جهانی رقابت بکنه، در این صورت این قابل توجیهه. در حالی که این مسئله حمایت به خاطر ایجاد انحصار و پر کردن جیب انحصارگران باشه، در این صورت چنین توجیه اقتصادی در اونجا روا نیست. به نظر می رسد که با توجه به شاخصهای دیگری که در صنعت خودروی ایران وجود داره، علارغم استعدادی که در کارکن، در کارگر، در تکنسین ایرانی وجود داره و سلیقه هایی که به کار میزنند، عملا بستر شرایطی که در اونجا عمل میکنند بستر بسیار معیوبیه. یعنی در این شرایط عرض کنم تعرف بستن ها و قیمت رو گرون نگه داشتن ها عملاً پوششی شده است به اینکه ناکارآمدی و فقدان بهره‌وری در اونجا پوشش داده بشه. عملاً به جای یک کارگر صنایع خودروسازی در ایران بین 2 تا 3 کارگر کار میکنند. این نشان از فقدان بهره‌وری، پایین بودن بهره‌وری است، علارغم روبوتیزاسیونی که در ایران انجام گرفته. حدود 1 میلیون نفر هست که تو این بخش مشغول فعالیت هستن. گشته بونم حدود 500 هزار نفر به صورت مستقیم و حدود 500 هزار نفر در حدود 15 عرض کنم کارخانه سازندگان یدکی ها و نظایر این ها مشغولن، حدود 1 میلیون نفر است. از این نظر صنعت قابل توجه و زمینه اون قابل توجه، استعداد نیرویی که در اونجا به کار گرفته شده بسیار بالاست، ولی عملا در دست انحصار دولتی است که به شدت ناکارآمد و عرض کنم بیروکراتیک عمل میکند و فقط اینجاها رو تبدیل میکنند، همون کاری که در صنعت نفتی ایران کردند. یعنی یه وقت در صنعت نفتی ایران ملاحظه کنید 24 هزار نفر کارگر کار میکردند و 6 میلیون بشکه نفت تولید میشد. اینا تعداد افراد مستخدم رو بردن به بالای 100 هزار نفر و تولید امروز نصف اون هم نیست. ملاحظه بفرمایید، یعنی کارایی رو پایین میارن. همین کار در صنعت اتومبیل و بسیار صنایع دیگر وجود داره، یعنی بهره‌وری کار در اونجا به شدت نازل. علتش هم وجود انحصار و ظاهر قضیه حمایت از صنعت است که در واقع حمایت از اون انحصار دولتی محسوب میشه. خب آقای تاهباز، بشنویم نظر شما رو در مورد وضعیت خودروسازی ژاپنی. اینکه انتقادایی هم شده که چرا تویوتا در تمام طول این سالها بازار بسیار خوبی در ایران داشته ولی هیچ موقع اون پتنت و امتیاز رو در اختیار ایران قرار نداده که این خودرو در خودروهای تویوتا در ایران تولید بشه. خودروسازی های ژاپنی الان چه سیاستی رو دنبال میکنه؟ به جز شرکت تویوتا که سال 2010 به شکلی وارد تحریم ها علیه ایران شده، ما بقیه شرکت های خودروسازی ژاپنی ظاهرا به کارشون در ایران ادامه میدن. یه بخش زیادشون البته خودرو در ایران تولید میکنن، یه بخششون هم صادر میکنن. درباره سیاست های تویوتا برای تولید اتومبیل در خارج از کشور ژاپن، سیاست ها معمولا سیاست های روشنیه و این رو میشه در مورد شرکت های اتومبیل سازی کره ای هم دید. بعضی از شرکت ها تصمیم میگیرن کارخونه هاشون رو در کشورهایی بنا کنن. این کشورها معمولا از یک سطحی از به اصطلاح یک سطحی
از هم تحکم سیاسی هم در واقع وضعیت اجتماعی و سیاسی ثابتی برخوردارن و اون شرکت ها اونجا کارخانه‌هاشون رو بنا میکنن برای تولید اتومبیل هاشون. این سوال رو که چرا تویوتا در ایران این کار رو نکرده باید در واقع از دولت ایران یا از کسانی در داخل حکومت ایران پرسید قبل از هر چیزی. به هر حال چون اونا هستن که مستقیما با تویوتا در ارتباطن. ما بقیه شرکت ها اجالتا هنوز دارن یا در ایران اتومبیل هاشون رو تولید میکنن یا هنوز بخش هایی از اون اتومبیل ها رو به ایران صادر میکنن. چقدر این بحث ها جدی بوده که میگفتن خودروهای تویوتا رو برای مصارف نظامی استفاده میکردن، به این دلیل بوده که احیانا بعضی از شرکت های ژاپنی سعی کردن محدود بکنن همکاری هاشون رو؟ لابی های طرفدار تحریم ایران، در واقع مهمترین لابی طرفدار تحریم ایران، اون چیزی که بیان میکنه اینه که این اتومبیل ها برای مصارف نظامی، حتی برای سرکوب مثلا معترضان یا تظاهر کنندگان در ایران استفاده میشه. برای نمونه میگه که مثلا بفرمایید اتومبیل آقای احمدی نژاد مثلا فلان مارک اتومبیل ژاپنیه که در تولید شده ژاپنه، یا فلان اتومبیلی که مثلا یا فلان کامیونتی که داره در واقع موشک رو هم میکنه ساخت مثلا ایتالیا یا ساخت مثلا شرکت ژاپنه. و برای این هم نمونه‌ای هم از تظاهر کننده هم از سرکوب‌ها می‌آوردن، هم حتی مثلا خودروها موتورهای مثلا مورد استفاده بسیج رو مثال می‌زدن که بفهمید این موتورها ساخت شرکت‌های ژاپنی و از این حرفا. منتها اون چیزی که هست در واقع ظاهراً در این تحریم‌ها قیمت اصلیه، یعنی اون چیزی که دولت ایران به هر حال از چرخه بزرگ پولی نصیبش میشه، احتمالاً تحریم کننده‌ها بیشتر از اون که نگران تظاهر کنندگان یا حمله موشک توسط کامیون باشن، نگران این پولی هستن، پول عظیمی هستن که به هر حال وارد چرخه دولتی یا شبه دولتی ایران میشه. خب چند هفته پیش در کنگره آمریکا نشستی بود برای بررسی تحریم‌ها علیه ایران. مارک والاس دیپلمات پیشین آمریکا به پرسش‌های تام گریفین عضو جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان پاسخ میده در مورد سیاست‌هایی که اونها دنبال کردن در تحت فشار گذاشتن صنایع خودرو ایران. بشنویم. جالب هست که بعد فاصله کوتاهی بعد از این جلسه هست که خبر خروج پژو رو از بازار ایران میشنویم. The Persian automobile sector is the 13th largest in the world, and as Mark testified previously, we have. خودروسازی ایران مقام 13 جهان را دارد. خودروسازی بخش اعظمی از اقتصاد آن کشور را به خود اختصاص داده است. حدود 50% تولید ناخالص ملی ایران به بخش صنعت برمیگردد و 20% آن مربوط به صنعت خودروسازی است که حجم قابل توجهی از اقتصاد آنهاست. ما تا کنون موفق شده ایم برخی از خودروسازان بزرگ مانند هیوندای و پورشه را مجاب کنیم که از بازار خودروسازی ایران کناره‌گیری کنند، اما هنوز فاصله زیادی با هدف باقی مانده. پژو اصلی ترین شریک خودروسازی ایران است، صنعتی که شراکت مستقیمی با سپاه پاسداران دارد. شما بدون همکاری با سپاه نمیتوانید در ایران خودرویی بسازید. ما یکی از مالکان پژو به حساب می‌آییم، چرا که مالک جنرال موتورز هستیم و این کمیته می‌تواند از طریق وزارت خزانه داری از جنرال موتورز بپرسد که چرا شما که از سهامداران پژو هستید آن را تحت فشار نمی‌گذارید و به پژو نمی‌گویید که شما نمی‌توانید هم با ایران شراکت کنید و با آن قطعه بفروشید و هم با ایالات متحده همکاری داشته باشید. به نظر می‌رسد ارسال قطعات پژو به ایران کاهش یافته، اما باید به طور دائم متوقف شود. نمونه دیگر شرکت نیسان است، یک خودروساز عمده دیگر. نیویورک برای تأمین تاکسی‌هایش یک قرارداد میلیاردی با نیسان بسته است. اگر قرار است نیسان تاکسی‌های نیویورک را بسازد، دیگر نباید برای سپاه پاسداران خودرو بسازد و ما باید از تمام توانمان استفاده کنیم و به نیسان فشار بیاوریم تا تولید خودرو در ایران را متوقف کند. Nissan to stop manufacturing automobiles in Iran. اگر دولت مالک جنرال موتورز است و جنرال موتورز با پژو همکاری دارد و پژو در ایران فعال است، این نقض قوانین است و ما باید برای آن کاری بکنیم. خانم جاله وفا تحلیلگر اقتصادی با ما هستن از هامبورگ در آلمان. خانم وفا درود میگیم به شما. فکر میکنم که ارتباط ما در طول برنامه با شما برقرار بود، احتمالاً بخشهایی از صحبت‌ها رو شنیدید. ابتدا من دوست دارم این توضیح رو بفهمید که از منظر شما اساساً خودروسازی در اقتصاد ایران چه نقشی رو بازی میکنه و با چه مشکلاتی از منظر شما روبرو هست، با چه گرفتاری‌های روبروست که بحث مونتاژ و این نکاتی که سال‌هاست باهاش دست به گریبان بوده و تولید خودروی ملی.
بله، با عرض سلام خدمت بینندگان محترم، همچنین سایر میهمانان عزیز و شما جناب آقای دهخانپور. عرض کنم صنعت خودروسازی در ایران از قبل از انقلاب صنعتی مونتاژ بوده، بعد از اون هم همونجور مونتاژ مانده، فقط تعداد واحدهای مونتاژ افزوده شده. الان دو واحد بزرگ خودروسازی دولتی وجود داره، یعنی تولید مونتاژ خودرو دولتی وجود داره با مشتقاتش و شعباتش، و حدود 10 تا واحد خودروسازی یا مونتاژ خودروی خصوصی. اما از نقطه نظر کیفیت، همونجوری که خود شما به درستی اشاره کردید، در وضع بسیار نازلی قرار داره. تولید به اصطلاح خودروهای مونتاژ به شدت غیر استاندارده، چه از نقطه نظر میزان بالای آلایندگیشون، چه از نقطه نظر میزان بالای مصرف و سوختشون، و همچنین ناامنی که دارن، به طوری که حتی فرمانده ناجا اخیراً اعلام کرد که پراید به اصطلاح ساخت داخلی که از، یعنی در واقع ناامن‌ترین اتومبیل موجود در جاده‌های ایرانه. خب وقتی بعد از 50 سال از ایران ناسیونال که می‌گذره، هنوز کارشناسان خودروسازی ایران رو طفل 50 ساله می‌نامند. پیکان 40 سال در جاده‌های ایران بود با اون کیفیت به اصطلاح بسیار نازلش، با آلوده بودنش. الان نوبت رسیده به ماشین‌های مثل پژو 405 یا به اصطلاح پراید که تکنولوژی بالای 20 سال دارن، و خودروی به اصطلاح ملی که شما اسم بردید به نام سمند، که اونم کیفیت بسیار نازلی داره، تحت پلتفرم همون پژو 405 تولید شده. و در واقع اینها رو که نگاه کنیم، نقششون در اقتصاد ملی بجز هدر دادن منابع ارز، هدر دادن نیروهای محرکه جامعه، از متخصصین بگیرید تا کارگران، همجور که آقای دکتر منصور به درستی اشاره کردن، و به اصطلاح ضرر به محیط زیست، به سلامت مردم، و همچنین اجحافی به جیب مردم ایران و اهانتی حتی به واژه ملیست. حالا در واقع اگر نگاه کنیم، صنعت مونتاژ خودرو در ایران با نتوانسته با بقیه بخش‌های صنعت ایران یک مجموعه بده و رابطه اکمال متقابل با هم ایجاد کنه. یعنی در واقع وقتی ما اسم از یک تولید به معنای واقعی میبریم، یعنی طراحی و تجهیز و تولیدی که با استانداردهای جهانی یا حداقل مال خود، اما وقتی در پروسه به اصطلاح در فرایند مونتاژ اینها در داخل ایران، در خودروسازی های مونتاژ، همه این عوامل رو شما از یک کشور خارجی به آریت میگیرید و حتی آخرین مرحله رو که یعنی مونتاژ هست انجام میدید، در واقع ایران رو و اقتصاد ملی رو تبدیل میکنید به یک ایستگاهی از اون صنعت مادر که سهم عمده، سهم شیرش رو اون صنعت مادر میبره، و اقتصاد ایران میشه زائده ای از اون اقتصاد به اصطلاح که باش در ارتباط هستید و قطعات اساسی رو از اونجا وارد میکنه. الان در رابطه با اسم خودروی پژو اومد، حدود بالاتر از 5 میلیارد دلار از طریق این مونتاژ ما به کشور فرانسه سود میرسونیم. اما خب این وقتی در نظر بگیریم، این از همگسستگی رشته صنعت خودرو با سایر صنایع، میبینیم که در اقتصاد ایران چه از نقطه نظر چندین ضرر میزنه، چه از نقطه نظر اینکه ما برای وارد کردن این قطعات نیازمند هستیم که پول نفت رو، ارز گران نفت رو بدیم، برعکس برخلاف مثلا ترکیه هم مونتاژ میکنه، منتها اون با بسا پول اون دارنده اون صنعت مادر این کار رو انجام میده. ما پول نفت رو به کار میبریم، بعد یا در داخل به کارش میندازیم این خودرو رو که خب برشمردم چه تبعاتی داره برای اقتصاد داخل، یا به خارج صادرش میکنیم که همونجور که باز دکتر منصور به درستی اشاره کردن، با قیمت بسیار نازلتر از آنی که در درون به مردم ایران فروخته میشه. و به کجا صادر میکنیم؟ افغانستان، اوکراین، سوریه، و چونم اتومبیل ها اون استاندارد جهانی نداره، بقیه کشورها خریدار این نوع کیفیت نازل نیستن، و به این ترتیب تازه ما به ازاش هم مثل ترکیه ارز وارد نمیکنیم. با بسیاری از این کشورها
معامله وارد کردن کالا رو داریم که ضرر دوم به اقتصاد ایران میخوره، یعنی بخش های دیگر تولیدات، اگر تولید کشاورزی رو ما وارد کنیم کالای کشاورزی رو به تولیدات داخلی ضرر میخوره. پس به این ترتیب این صنعت مونتاژ در واقع در بخشی از صنعت ایران نشده و ممر است برای استفاده از رانت نفت، همونجور که در زمان بسیار گذشته زمان شاه هم چرا رفتن رو خط مونتاژ، به خاطری که سهم از درآمد نفت داشت. بله، بخش یه نکته که مطرح هستش این که عده اعتقاد دارن گذشته از این نکات که اشاره کردید به عراق و ارمنستان و افغانستان و اینها خودرو صادر میشه اوکراین، خط تولید در ونزوئلا و سوریه داره ایران خط تولید خودرو، ولی بحثی که اونها مطرح میکنن این هست که مالکیت ایرانی وقتی که ایجاد میشه موقع نیاز به گرفتن مجوز برای صدور این خودروها از کارخانه های مادر نیست، از این جهت هست که دست اینها رو گاهی باز میکنه برای عبور از تحریم ها. بخش دیگری از کوتاه از صحبت های مسعود مهاجر بشنویم، کارشناس حمل و نقل در ایران، درباره تاثیر واردات قطعه از چین صحبت میکنه. بحث زیادی هست که بخش عمده از قطعه سازان به دلیل اینکه دیگه قطعاتی که وارد میشه ارزان تر از تولید داخلی هست، این قطعات داخل در واقع میاد از چین یا مالزی و قطعه سازان رو در داخل با مشکل مواجه کرده. همونطور که شنیدیم آمار بیکاری بعضی از کارگران رو هم شاهد هستیم. صحبت مسعود مهاجر رو بشنویم. در سطح کل صنایع جهانی در همه کارخانه ها رسم است که برای کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی کوشش بکنن. ایران هم بعضی مستثنا نیست، صنایع خودسازی ما هم دائما قطعه سازان داخلی تحت فشار قرار میدن که قراردادهای ارزون تری ببندن. خب طبعا این قراردادهای ارزون قیمت ممکنه با کاهش کیفیت روبرو باشه. من فکر کنم که ما استانداردهای خیلی جدی داریم که هم مسئله تحقیقات و صنعتی و استاندارد ایران اونو کنترل میکنه، هم راهنمای رانندگی کنترل میکنه و هم وزارت صنایع. بنابراین من فکر میکنم که این افت کیفیت قطعات نه بر اثر به خاطر این که ما قطعی ارزونتر از چین بخریم نیست، ما از چین قطعاتی میخریم که ادامه داره و اصلا خود خودروی ساخته شده هم میخریم. بخشی از بازار خودروی ایران در اختیار چینه، به خصوص در مورد وسایل نقلیه سنگین. ما در مورد صنایع خودروسازیمون حتما دنبال جایگزین هستیم برای قطعاتی که دیگر به سادگی گذشته یا با روشهای گذشته دسترسی به اونها ممکن نیست. خب صنعت خودرو برای اینکه تولیدش ادامه بده طبعا به بازارهای جدید هم برای فروش محصولاتش و هم برای خرید قطعاتش فکر میکنه. آقای دکتر منصور، این بحث خودروی ملی و مالکیت ایرانی به نظر شما توجیه کننده تمام اون هزینه هایی که خود شما و خانم وفا اشاره کردن و همینطور در صحبت آقای تاهبازم بود هست، این تلاشی که برای حفظ خودروی ملی با از آن به اینکه این خودروی ملی فرانسوی، آلمانی، چینی و کشورهای دیگه است که وارد کننده در واقع اون قطعات هستن و مونتاژ میکنن؟ ملزم بفرمایید در دنیای امروز لفظ ملی و تاکید بر ملی به اون معنای قدیم قطعا نیست، به این معنی که شما تمامی این کشورهای مهم رو ببینید و تمام محصولاتشون رو اینا تقسیم کار بین المللی دارن، هر جایی که ارزون در تموم بشه قطعات و اجزا رو اونجاها میسازن وارد میکنند، حتی این کالاهای استراتژیک نظیر هواپیماهای جنگی هم در بر میگیره. بهترین مسئله اون نیست، مسئله اون است که یک کشور چه مقدار ارزش افزوده ایجاد میکند که بتواند به ثروت خود بیفزاید. من در یکی از سفرهایی که در سنگاپور با مسئولان اونجا صحبت میکردم این سوالو کردم که برای من جنبه کلیدی داشت، گفتم که شما که منابعی ندارید، از نظر کشاورزی هم صفر هستید، دوستان کشاورزی ندارید، توضیح بفرمایید که رشد شما بر چه مبنایی انجام گرفته. جمله ای که اون مسئول بلندپایه عرض کنم سنگاپوری به من گفت نیروی کار مالزیایی، زمین اندونزیایی و ماده خاکستری سنگاپوری،
به هم مخلوط شدن، ثروت ما را ساختند. یعنی سنگاپور کشوری است که تمام کالاهای الکترونیک پیشرفته پیشرفته رو وارد میکنه، روی اون ارزش افزوده اضافه میکنه، صادر میکنه. اونی که در ایران انجام نمیگیره در واقع همین مسئله است و عکس قضیه انجام میگیره. دولت آمده است در اونجا یه صنعت انحصاری رو در اختیار یک دستگاه ناکارآمد دولتی قرار داده و این رو حمایت کرده با چند صد درصد عرض کنم تعرفه، برای اینکه رقیب نداشته باشه و در اونجا بتونه مردم رو سرکیسه کنه. به این ترتیب اگر دولت میتواند با اتکای به بازار بزرگ که خودش نعمتی است، یه بازار 70-75 میلیون نفری وجود داره، اینجا رو ببندید و بعد تعرفه بذارید برای بنجل‌های خود رو به 3 برابر قیمت جهانی به مصرف کننده ایرانی بفروشید، طبیعی است که اینجا اسمش رو میشود چپاول گذاشت ولی اسم این رو نمیشود تولید ملی گذاشت. آقای طاهباز، بحث خودروی چینی مطرح شد. ورود خودروهای چینی به بازار ایران تأثیرات عجیبی گذاشته. ایده هستن که ثبت نام کردن برای این خودروهای چینی و بعد از مدت ها هنوز نه خودرو رو تحویل گرفتن، حتی پولشون هم خواستن پس بگیرن با مشکل مواجه بودن. این وضعیت رو چگونه است و مسائلی که شما از اونجا دنبال میکنید، سیاستی که چین پیگیری کرده در ارتباط با خودروسازی در ایران، چگونه مسئله رو دنبال میکنن ها؟ اینکه چرا هنوز خودروها به ایران نرسیده رو باید از واردکننده‌های ایرانی قبل از هرچیز پرسید. چین سال گذشته بیشتر از 850 هزار خودرو تولید کرده. رشد خیلی عجیبی در تولید خودرو داشته. الان اولین تولید کننده خودرو در دنیا است اگه اشتباه نکنم. بله. الان اولین تولید کننده خودرو در دنیا است چین. بله بله، و بزرگترین واردکننده منظور نبود، صادرکننده بود. و خب مهمترین وارد کننده های خودرو از ایران هم در صدر روسیه، برزیل و ایران قرار داره. این که نکته اصلی اینجاست که چین در واقع سهامدار بخش عظیمی از شرکت های تولید خودرو مثل ولوو و سواب هم هست، شرکت های به سوپر پیشرفته ای که عملا الان دارن در چین تولید میشن. پس در واقع وقتی داریم درباره کیفیت صحبت میکنیم، مثل همیشه باید بپرسیم درباره کدوم کارخونه و درباره چی در چین صحبت میکنیم. چرا همین سوال رو میتونیم درباره شرکت های درباره اتومبیل تاتا ساخت هند بپرسیم که چرا در واقع مثلا چرا اصلا تاتا وارد ایران نمیشه، در حالی که تاتا به بعضی از کشور اروپایی هم محصولاتش رو میفروشه. و من در هر دو جا بودم و در هر دو اتومبیل رو تقریبا هم سوار شدم، مقایسه کردم، خیلی با هم فرقی نمیکنه اتومبیل ساخت چین و اتومبیل ساخت هند. در نهایت هم باید در مورد کل اتومبیل های آسیایی، یعنی اون چیزایی که وارد ایران میشه، این سوال رو باز هم در مقایسه با دیگر کشورهای آسیایی از مصرف کننده ایرانی هم پرسید. مصرف کننده ایرانی به خوبی میدونه اتومبیلی که داره میخره اتومبیل لوکس نیست، یک اتومبیلی از سگمنت متوسط و قیمت اون هم 3 برابر کمتر از قیمتیه که داره براش پرداخت میکنه. پس ما این سوال رو باید از مصرف کننده ایرانی هم بپرسیم، چرا 300% بیشتر برای خرید یک اتومبیل خرج میکنه در حالی که همون اتومبیل قیمتش به مرتبه پایین تره. حالا چه این اتومبیل ژاپنیه چه این اتومبیل کره‌ایه، احتمالاً این سوال رو در مورد اتومبیل‌های چینی نمیشه پرسید. پس میشه توقع داشت که مقدار زیاد اتومبیل چینی در ایران در آینده فروخته خواهد شد. خانم وفا، بحث راهکار اگر مطرح باشه، این تلاشی است که به نظر میاد در این چند سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی صحبت میکنن، به اون سمت حرکت کردن و خصوصی سازی صنایع خودرو هست. مشخصا این خودروی تیبا و دنا ادعا میکنن 50% سهامش رو واگذار کردن به بخش خصوصی، ولی به نظر میاد هنوز مشکل اساسی اینه که مدیریت دولتی هست. بفهمید که چه راهکاری وجود داره که صنعت خودروسازی از این وضعیت به نظر شما خارج بشه و بتونه صنعت مستقل باشه به اون چه که شما نقد میکردید، و سپاه چه نقشی رو وسط بازی میکنه؟ عرض کنم خدمت شما، میشه از تجربه موفق کشورهای دیگر درس گرفت بدون کپی برداری ناشیانه. ما همراه با کره جنوبی شروع کردیم صنعت خودروسازی رو، منتها در کره شاهد این هستیم که اساس رو گذاشت بر توانایی نیروهای محرکه داخلیش، متخصصانش یا همون به اصطلاح بخش خاکستری که آقای منصور اشاره کردن، مغز کره ای. و قصد کره این بود که اتومبیل های آلمانی و ژاپنی رو، گرچه اولین به اصطلاح رده ماشین هایی که تولید کرد یک فقط تغییر نام
داده بود از میتسوبیشی تقلید کرده بود، اما قصدش این بود که تولید داخلی ملی مثلا تولید کنه و الان هم جز پنجمین صادر کنندگان تولید به در سطح جهانه. شما میبینید در مسئله مالکیت رو که نگاه کنیم، مثلا در فرانسه و کره هر دو مالکیت در دست به اصطلاح دولت، منتها اداره خصوصی است. ولی همین امروز اتفاقا دولت فرانسه یک سیاستش رو در مورد خودروسازی اعلام کرد و اون که اساس گذاشت بر خودروهای پاک، حتی حدود فکر کنم 7000 یورو متعرضه به خریداری که به اتومبیل های برقی رو بیاره میده و همچنین اتومبیل های با آلایندگی کمتر حدود 4000 یورو و همچنین تعرفه های سنگین هم بسته کشور فرانسه با سیاستی که امروز اعلام کردن بر حتی اتومبیل های آلمانی و ژاپنی که ایجاد به اصطلاح آلایندگی کنه و محیط زیست فرانسه رو بخواد خراب کنه. پس بنابراین میبینیم که دولت، اگر ما بخوام یا بحث دولتی بودن مدیریت یا مالکیت یا خصوصی بودنش بحثی است که مرتب در صنعت ایران انجام میشه. فرض کنیم اگر اساس رو ما واقعا بذاریم بر تولید ملی، یعنی در یک آینده یک نظام مردم سالاری باشه که دولت هم واقعا نماینده و منتخب مردم باشه و برنامه مورد وسوق مردم رو هم بخواد اجرا کنه، یعنی از این آشفتگی های کنونی سیاست های بحرانساز دست بشویه، اساس رو اگر بر اقتصاد ملی بذاریم، چه مطابق طرحی که در اول انقلاب در دوره ریاست جمهوری آقای بنی صدر با کارکنان به اصطلاح با متخصصین و کارشناسان خودروسازی انجام شد که طرح مونتاژ سه مونتاژ رو تبدیل به یک مونتاژ کنند، اصل اساس این است که اگر مدیریت، حتی اون موقع طرح بر این بود که مدیریت دست کارکنان بیفته، یعنی ایجاد انحصار از دست دولت بیرون بره، ابتکار و رقابت و حتی انگیزه سود تنها انگیزه نباشه، حفظ محیط زیست ایران، ادغام صنعت خودروسازی در سایر به اصطلاح صنایع پشتیبان و مرتبط مثل صنعت نفت و گاز، پتروشیمی از قبیل مشتقاتش مثل ساخت پلیمر یا پلاستیک سازی، معدن، ذوب آهن، نمیدونم شیشه، الکترونیک یا خدماتی مثل بیمه و بانک، این باعث میشه که این صنعت خودروسازی در اقتصاد ملی ادغام بشه و بخشی از اون محسوب بشه. حالا دولت کارش چی میشه در این صورت؟ دولت کارش میشه اگر که، چون متاسفانه ایران فعلا درآمدش از نفت، پول نفت دست دولت ایران هست و این وابستگی به تدریج کم میشه با توسعه سایر صنایع، به اصطلاح سرمایه از دولت، مدیریت در دست کارکنان و در اونجا هدف ادغام این صنعت در صنعت در اقتصاد ملی. حالا حتی اگر برفرض این رو بگیریم که بیان بر اساس اقتصاد لیبرالی، یعنی مالکیت، مثل نمونه آلمان مالکیت و مدیریت در بسرا بنگاه های خصوصی دارن، آن هم بازم اگر در اون اقتصاد اساس بر اقتصاد ملی باشه مثل دولت آلمان، میان همون کار ادغام سازی رو انجام میدن. دولت کارش میشه تعیین استانداردها در زمینه به اصطلاح همون محیط زیست، استانداردها فنی، ایمنی و همچنین سیاست‌های پولی و مالیش رو جوری تنظیم می‌کنه که صنعت خودروسازی در محل و جای بایسته و شایسته خودش در اقتصاد ملی قرار بگیره. یعنی در هر دو مدل اگر هدف واقعاً تولید محور کردن اقتصاد ملی باشه، نه مثل الان مصرف محور کردن اقتصاد، بنابراین در هر دو زمینه باید صنعت خودرو در با مجموعه بده با سایر بخش‌های صنعتی کشور و رابطه اکمال متقابل با هم برقرار کنه که در این دو مورد به هیچ وجه در حال حاضر وجود نداره و یک نوع راندخاری، همونجور که خدمتون قبلا عرض کردم، از سهم بساط درآمد نفت هست که همونجور که در یکی از گزارش هام شنیدم الان در رابطه با پژو سلطه سپاه پاسداران، الان سپاه پاسداران در کدام بخش از منابع ایران سلطه پیدا نکرده؟ بر نفت و گاز سلطه پیدا، از زنبورداری رو بگیرید تا صنعت خودرو، تا نفت و گاز، تا خط لوله، تا حتی پلسازی و سدسازی، همه در اینا پیداست که یک نظام مافیایی حاکم است که مسئله اصلی اقتصاد ملی و تولید محور کردنش نیست، بلکه خرد و برد رانت است. آقای دکتر منصور، تو همین اسنا اخباری بود در مورد چیزی به اسم اوتو کمپین، اگه اشتباه نکنم، و تلاش برای اینکه احیانا محصولاتی و قطعاتی که کاربرد دوگانه دارن به دست ایران نرسه. بفهمید که این
نگرانی ها چگونه داره انعکاس پیدا میکنه و چه تأثیری گذاشته؟ طبیعی است که برخی از محافل در تمامی این کشورها وجود دارند در داخل دستگاه سیاسی اینا و عنوان کردن گزارشین آخرین گزارششون این بوده که این شرکت هایی که در صنایع اتومبیل سازی ایران دخالت دارند اینا هر کدام از یک سو چون به صنایع اتومبیل ایران مربوطند با دستگاه های دولتی و دستگاه های سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی و اون با اون مافیا همکاری میکنند، از سوی دیگر اینها با از منافع و سرمایه گذاری های آمریکا عرض کنم برخوردارن. مثلا نمونه هایی که ذکر شده گفتند که مثلا شرکت BMW با دولت آمریکا 27 میلیارد و 600 میلیون دلار عرض کنم قرارداد داره و این باید اهرمی باشه در دست دولت آمریکا که بگه یا این قراردادها رو قبول میکنی یا اینکه با اون دستگاه دولتی ایران همکاری میکنی. همینطوری فشاری که روی هایوندا هست، فشاری که روی عمدتاً عرض کنم مزدا هست، فشاری که روی نیسان میگذارن. روی نیسان از با دولت آمریکا قراردادهای قابل توجه داره و به اصطلاح تاکسی های فردای نیویورک رو با اونا قرارداد بسته. در مورد مزدا حدود 24 میلیارد دلار قرارداد با دولت آمریکا وجود داره. اینا رو ذکر کردن و برخی از تکنولوژی ها رو که صنایع اتومبیل طبق گزارش اینها به مسئولان آمریکایی که به صورت پیشنویس قانونی هم تدوین کردند این است که از یک سو درآمد کلانی رو برای دولت ایران فراهم میکنه که این درآمدها رو صرف سرکوب مردم و خفه کردن صدای آزادی خواهانه مردم میکنه عرض کنم، و از سوی دیگر تکنولوژی هایی رو در اختیار اینا میگذاره که اینا مصارف دوگانه دارن. در نتیجه تکنولوژی های مثلا نویگاسیون، تکنولوژی های ساتلیتی، تکنولوژی هایی که همه اینا امروز در اتومبیل های مدرن کاربرد دارن میتونن در صنایع نظامی و امنیتی نیز کاربرد داشته باشن. اینا رو عنوان کردن و فشار آوردن روی دولت آمریکا که با توجه به اهرمایی که در اختیار داره این شرکت ها را از همکاری با دولت ایران منع بکنه. آقای تاهباز خیلی وقت اندکی داریم، در اون منطقه که شما هستید در کره جنوبی چین اونجا دولت چه نقشی داره در صنایع خودروسازی؟ آیا ارتش و این نهادهای امنیتی هستند که در چین یا در کشورهای آسیای شرقی نفوذ عمده‌ای دارن و کنترل میکنن بازار رو، یا بخش خصوصی به طور مستقل سیاست گذاری میکنه و مسائل خودش رو دنبال میکنه؟ چین که خب طبیعتاً داستانش با کره و ژاپن برای نمونه فرق میکنه یا حتی یا با تایوان مثلا، بله در چین تقریباً در همه چیز در دست دولته و سود سرشاری هم نصیب دولت میشه. دولت اون سود سرشار رو به شکل‌های مختلفی تقسیم میکنه بین کسایی که میخواد و بین مردم. ولی در مورد کره، ژاپن، تایوان، کشورهای دیگه که به نوعی سیستم دموکراتیکی روشون حاکمه، نه دولت اساساً برشون حاکم نیست. اصلا شرکت‌های مثل هیوندای و شرکت کیا عملاً شرکت‌های بسیار کوچیکی بودن که در طول 30 40 سال گذشته با بوم اقتصادی که در کشور مثل کره اتفاق افتاد بزرگ شدن و تبدیل شدن از یک مثلا همین شرکت هیوندای از یک شهر بسیار کوچولو یک شهر بسیار بزرگی ساخته به اسم اونسان که پایتخت اقتصادی الان کره است. در اینجور جاها خیر، دولت نقشی نداره و حتی در مورد اینکه تحریم بکنن ایران رو یا نه هم حتی دولت نمیتونه تصمیم بگیره. به همین دلیل بعضی از شرکت‌ها به تحریم ها میپیوندن، بعضی از شرکت‌ها نمیپیوندن. در مورد چین اینطور نیست. خانم وفا تقریبا یک دقیقه وقت داریم، آلمان چه سیاستی رو دنبال میکنه؟ عرض کنم قیاس مع الفارق است اگه بخوام ایران رو با آلمان مقایسه کنیم، چون از هر نقطه نظر متفاوتن. اما آلمان توجه فرمود بدون داشتن نفت، بدون داشتن منابع از این قبیل، مثلا منابع خام به غیر از زغال سنگ، اساس رو گذاشته بر تکنولوژی و دانشش و مثلا نیروی کار، و الان از نقطه نظر صنعت خودرو یک درآمد حدود 351 میلیارد یورو برای به اصطلاح صادر فروش خودرو و قطعاتش داره که خب این اصلا قابل قیاس با وضعیتی که در ایران هست نیست. ولی نکته اصلی این است که پس این صنعت در آلمان با وضعیتی که داره و حدود 161 میلیارد یورو هم صادرات داشته از خودرو و قطعاتش، در کل مجموعه صنعت آلمان ادغامه با تمامی اون صنعت‌های مرتبط و پشتیبان، یک مجموعه ایجاد کرده که به رشد تولید داخلی و اقتصاد ملیش کمک میکنه.
سپاسگزارم از شما خانم جاله وفا، تحلیلگر اقتصادی از هامبورگ آلمان، آقای دکتر حسن منصور از استودیوی ما در لندن و همچنین آقای توماج تاهباز از سئول کره جنوبی برای شرکت در این برنامه افق. از همه شما سپاسگزارم. همچنین از آقای مسعود مهاجر هم تشکر میکنیم برای نکاتی که عنوان شده بود و مطالبی که مطرح شد و ما در برنامه رو منعکس کردیم. مهمانهای فردای ما آقایان عبدالله موحد، کاظم پنجوی، حسین حساری، مهدی رستمپور و علی عمادی هستن. موضوع برنامه فردای ما المپیک 2012 و ایران هست. با نگاهی متفاوت به خودروسازی در ایران و چالش هایی که خودروسازی در ایران باش روبرو هست برنامه امشب رو به پایان میبریم. تا افق پنجشنبه. خودروی ملی با حمایت دولتی. با آخرین فناوری روبوتیک بدون دخالت دست. بالاترین ایمنی. امکان حمل و نقل مجانی. ایدئال برای صادرات. با کمترین آلودگی. یادآور روزهای خوش اختناق.